یکی از ویژگی‌های نمایشگاه اسباب بازی امسال اینه که اسباب بازی‌ها از صرف سرگرمی خارج شدن و تبدیل شدن به سرگرمی آموزشی، از بافت قالی گرفته تا ساخت ربات. یه پی آموزش گلیم بافی همراه دیویدی آموزشی، متریال با به این صورت چله کشی شده آماده بافت ما تحویل مشتری میدیم، زحمت میکشن چله دیویدیشون میبینن و شروع میکنم به بافتن. گام های بعدی میشه سال به بالا مثبت 5. ما بسته باغبونی داریم برای کودکان که بتونن داخل خونهشون باغبونی کنن و گل بکارن. 6 تا گیاه میدیم که شامل آفتابگردون، ارزن، شاهی، لادن، تربچه و کوکب میشه. خودشون میکارن مراقبت میکنن تا بزرگ بشه. تلفیقی از شیدمان قطعات چوبی و نهایتا تشکیل یک شکل سه‌بعدی، در نهایت ربات بازو هیدرولیکی رو درست میکنن. ربات هوشمندی که قابل برنامه نویسیه و حالا قطعاتش به جوریه که انعطاف پذیره و هر شکلی که بخوان بس حالا مکانیکش میتونن بسازن برای اسمبل کردن. حالا بحث برنامه نویسیش DVD آموزشی داره که میتونن حالا بحث برنامه نویسیش آموزش ببینن. یکی از غرفه های ویژه این نمایشگاه غرفه جمع‌آوری اسباب بازی برای کودکان محتاج و مریضه، آموزش بخشندگی از کودکی. ما اینجا اسباب بازیه که مردم میارن برامون رو جمع‌آوری میکنیم. اسباب بازیای نو میرسه به تجهیز اتاق بازی بیمارستانا. حالا اسباب بازیه که بیمارستانا قبول نکنن برای نیازمندان منطقه محروم میره. سال گذشته حدود 70 تا مرکز و منطقه با همین اسباب بازیه که مردم برامون آورده بودن تجهیز شد. اینجا پدرها دست به جیب هستند و اسباب بازی میخرن، اما همین پدرها چقدر وقت میذارن روزانه با بچه‌هاشون بازی کنن؟